روزنامه هلندی فولکسکراند بعد از یک تحقیق دو ساله نتایج تحقیقاتش در مورد چگونگی نصب و انتشار ویروس استاکسنت رو منتشر کرده و به دنبال این تحقیقات برای اولین بار گفته که یک مأمور یا جاسوس هلندی این ویروس رو در تأسیسات نتنز نصب کرده. اگر خاطرتون باشه استاکسنت در سال 2010 تأسیسات اتمی نتنز رو به شکل گسترده هدف قرار داد و باعث در واقع تضعیف برنامه هسته‌ای ایران و همینطور کند شدن فعالیت‌های اون شد. این ویروس که توسط آمریکا و همینطور اسرائیل طراحی و ساخته شده بود در واقع به این تأسیسات منتقل شده بود. یکی از اولین حملات میتونیم بگیم سایبری یا الکترونیکی که انجام شده ساخت این ویروس به گفته این نشریه بیش از 1 میلیارد دلار هزینه داشته. اونطور که این نشریه بعد از گفتگو با بیش از 40 نفر از افراد آگاه و امنیتی که 19 نفر اونها در سازمان امنیت هلند بودن صحبت کرده، هلند هم از در واقع این عملیات خبر داشته اما نمیدونسته که یکی از شهروندانش در واقع عامل نصب یا آلوده کردن تأسیسات اتمی نتنز و در واقع آمریکا هلند رو در واقع از این موضوع مطلع نکرده. و اونطور که گفته شده باز هم در این گزارش به نقل از منابع آگاه، دولت هلند به طور کامل از این موضوع بیخبر بوده، هرچند مقام‌های امنیتی و سرویس‌های امنیتی این کشور میدونستن که در یک عملیات برای کند کردن یا تخریب فعالیت‌های هسته‌ای ایران شرکت دارن ولی از جزئیات اون با خبر نبودن. شخصی که در واقع این ویروس رو منتقل کرده به ایران یک تاجر هلندی بوده که در سال 2005 در واقع به سیستم امنیتی هلند پیوسته و بعد از اون در این برنامه در این در واقع فعالیت شرکت کرده. به دلیل روابطی که داشته، تجارت‌هایی که انجام می‌داده با ایران، همسر او هم ایرانی بوده. بعد از نصب در واقع این ویروس در پمپ‌های آب در نتنز در سال 2007 بلافاصله از ایران خارج شده و نکته عجیب‌تر اینه که 2 هفته بعد در دبی، جایی که در اونجا زندگی میکرده، در یک تصادف در واقع کشته شده، هرچند که همراهانش و شاهدان گفتن که حدس میزنن که این موضوع ربطی به فعالیت او نداشته و یک تصادف معمولی بوده. اما یک مقام امنیتی هلندی در واقع در این گزارش به این اشاره کرده که این شخص بهای سنگینی برای فعالیتی که کرده انجام داده.